خونه خودمون، این اتاقمه و اینکه داریم میایم با مامانم اینا منوچهری چمدون اینا نگاه کنیم ببینیم که قیمتاش چجوریه و اینکه کلا جنساشون چجوریه. میخوام امروز فیلم بگیرم از کلش، پس با من باشیم. صابونه منه، نون پنیر و گردو و چایی که من خیلی دوستش دارم. اینجا هم تا بقیه آماده بشن گفتم براتون یه ویدیو بگیرم از کتابایی که دارم، گفتم شاید براتون جذاب باشه. من عاشق هری پاترم و اینکه این کتابای هری پاتر و ارباب القا رو از انتشارات جنگل خریدم، خیلی هم کتابای جذاب و خوشگلی هم، گفتم براتون ویدیو بگیرم ببینیدشون. این هم پارکینگ شلخته خونمونه، ولی همین که آفتاب میتابید روی این گیاها خیلی قشنگشون میکنم. من عاشق این لالعباسی هایی توی حیاتمونم، گفتم براتون یه ویدیو کوتاه هم از خونه داشته باشم. امروز خوشبختانه راه اونقدر شلوغ نبود، ترافیک نبود و راحت رسیدیم به منوچهری. و اینکه من توی چند تا مغازه دیگه چمدون قیمت کرده بودم، مثل پاساژ سانا و روشا و توی خود خیابون شریعتی اکولاک و دلسی و قیمت کرده بودم، گفتم امروز بریم منوچهری اونجا ببینیم جنسای دیگه چطوریه و حدود قیمت و کلن چطوریه. در کل قیمت چمدونا بستگی به حجمشون، تعدادشون، جنسشون و برندشون متغیر بود. اونایی که من پرسیدم از 6 میلیون 700-800 شروع میشد تا 25 میلیون. و اینکه برندهایی مثل دلسی، اکولاک و نشنال جیوگرافیک توی تمام نمایندگی ها قیمت ها یکسان بود، بجز توی بندر انزلی منطقه آزاد که چون منطقه آزاده 10% تخفیف داشتش، که من خودم به شخص چمدونه دلسی رو بیشتر دوست داشتم و یه مدل که ازش خوشم اومد بکنم اسمش لاگوس هست، ستاش با هم 9 میلیون و 800 هستش که هم قیمتش به نظرم خوب بود هم برند خوبی هستش و همه رو میگفتن که از نظر شکستن و اینا مشکلی نداره و تست میکردن توی مغازه. البته جنساشون و تعداد لایه هاشون متفاوت بود و قیمت ها هم متفاوت بود. البته چمدونای نشنال جیوگرافیک هم خیلی قشنگ بودن، جنساشون هم به نظرم خیلی خوب بود، فقط خب رنج قیمتشون از فکر کنم 14 میلیون 16 میلیون شروع میشد ستایش و تا 23 میلیون هم داشتش. البته دلسی هم چمدونای 25 میلیونی هم داره که خب من از اون که 9800 بود خوشم اومد و فکر میکنم که جنسش هم مشکلی نداشته باشه و در نهایت احتمالاً همونو از شعبه شریعتی بخرم. خب ما بعد از اینکه چمدونا رو نگاه کردیم و قیمت کردیم یه مقدار خسته شدیم، خیلی هم گرم بود، امروز خیلی 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 شلوغ بود به نسبت روزهای دیگه. حالا نمیدونم چون اکثر مغازه‌ها تا آخر شهریور آف گذاشته بودن دلیلش این بود، یا اینکه کلن حس میکنم مرزا باز شده و خیلی ها برای مهاجرت اومده بودن چمدون بخرن. و اینکه خلاصه ما یه مقدار گرسنه بودیم و خسته که همونجا توی منوچهری توی یه پاساژی یه کافه بود به اسم یلدیز کافه که ما رفتیم اونجا. طبقه بالاش هم توی همون پاساژ یه رستوران بود که اسمشو نمیدونم، ولی ما اونجا نرفتیم. و توی این کافه ما سوسیس شکاری، برگر، سیب زمینی و ساندویچ روست بیف سفارش دادیم و بعدش هم موهیتو و لاته و دمنوش بهلیمو و دمنوش گلگاف زبون سفارش دادیم که غذاهاش به نظرم کیفیتش متوسط بود، نوشیدنیاش هم همینطور، اما در کل خوشمزه بود. خیلی محیطش خیلی قشنگ بود و اینکه کلن تجربه و خاطره قشنگی بود. این چمدونای نشنال جیوگرافیک هم فوق‌العاده خوشگل بودن. خب اینجا هم دیگه ما
منوچهری رو کامل گشتیم و تصمیم گرفتیم که برگردیم خونه تا بعدن یه روز دیگه چمدون رو بخریم. امیدوارم که از ویدیوی من خوشتون اومده باشه. اگر به موضوعاتی مثل این علاقه دارین حتما توی کامنت ها برام بنویسین. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. دوستتون دارم. خدافظ.